تقریبا 2 ماه پیش بود که بابا مسعود و مامان تهمینه بر اثر یه سانحه رانندگی ضربه مغزی شدن و فوت شدن. اعضای بدنشون به 5 نفر اهدا شد. این اتفاق انقدر تلخ و غیر منتظره بود که شیرازه زندگی همه ما را از هم پاشید. که خب البته فرزاد نقش بسزایی در این ماجرا داشت. اما مهمترین چالش ما بچه ها بودن. من دوست نداشتم بچه ها از فوت مامان و بابا با خبر بشن. علی‌رغم مخالفت فرزاد من به بچه ها گفتم که مامان بزرگ و بابا بزرگشون به یه سفر طولانی رفتن و برای اثبات این حرف هدیه ها و نامه هایی رو از طرف اونا به بچه ها دادم. از طرف شهرام با مسئولیت پذیری عجیب و بیش از حد خودش در خصوص شادی باعث سلب آسایش و آرامش اون شده بود. با نبود بابا اون خودش رو مرد خونه میدونست و اجازه نمیداد شادی بدون اجازه اون حتی آب بخوره. تا اینکه یه شب اتفاق عجیبی افتاد. بابا به شهرام زنگ زد. الو، سلام. چی شده؟ چرا داری می‌لرزی؟ شیوا کو؟ شیوا تو اتاقه؟ شیوا تو اتاقه؟ نه اومدی؟ چی شده؟ بیاین بشینید. برو بیاین بشینید. چی شده؟ بابا به شما زنگ نزد. بابا به من اسمس داد. چیزه خواب دیدی؟ نه واقعا بابا چند دقیقه پیش به من زنگ زد. شام چی خوردی؟ سنگی خوردی؟ فرزاد حالمو به هم زدی. چه وضعیه؟ چه وضعیه؟ خیاره دیگه. چه کار زشتیه تو میکنه؟ آقا همه خاصیت میخوان، همه خاصیت میبا تو پوستشونه. شما متوجه شدین من چی گفتم؟ آره گفتی بابا بهت زنگ زد. آره دیگه. خب الان بابا با من زنگ زده، بعد شما دارین سر خیار و پوستش دعوا میکنی. بیا این خیار. حالم به هم خورد. چی کار میکنی بابا؟ نه شوخی بامزه، یه نه الان وقت شوخی کردن این وقتش هست. بابا این زنگ زد. نه شمارک تاریخ و ساعت. راست میگه دیگه، نه شوخیت شوخیه به جاییه، نه وقت و ساعتش. ای بابا بده من ببینم. بابا اصلا من نمیفهمم کدوم آدم بیشعوری شوخی رو کرد. اصلا سیم کارت بابات کو؟ پیش منه، تلفنش هم دست منه. نمیخواد بری بیاری. به من زنگ زد، خودش با حرف زد. حرف زد؟ خب چی گفت؟ گفت الو شهرام خیلی خشخش داشت ولی صدای خودش بود، شناخته. عزیزم شما توهم زدی. آخه کدوم مرده ای رو دیدی زنگ بزنه؟ من توهم زدم؟ گوشیم چی؟ بیا تاریخ و ساعتش هم نگاه کن. راست میگه. یعنی چی؟ خب میگم شاید بدهی خط بابا رو ندادیم، یه مدت هم ازش استفاده نکردیم، مثلا مخابرات فروخته به یکی دیگه. نه بابا شیوا جان، 2 ماه که مخابرات واگذار نمیکنه خط رو به کسی دیگه. چند سال پیش خط منو فروختن به یکی دیگه. نه خب اون فرق میکرد، شما بدهیت زیاد شده بود، یعنی بدهی تو از پول خود سیم کارت هم بیشتر شده بود. مقصرم خودت بودی، اگه همون موقع به من گفته بودی من میرفتم یه جوری بالا. خب هر بار یادت میفته میخوای قُر بزنی. نه من چه، با نه من خیلی دوستانه دارم اونبار میکنم، چرا به من نگفتی؟ تو بعد به من میگفتی که من
آخه آدم حسابی 700 هزار تومان پول تلفن اومده، تو می‌خوای از من پنهون کنی؟ آدمی که ببین شما اگه پنهون کاری نکرده بودی من متوجه می‌شدم که برای چی حالت به هم می‌خوره؟ چرا بحثو عوض می‌کنی؟ من دارم میگم شما پن برای چی پنهون کاری کردی؟ من به خاطر اینکه دلم می‌خواد یعنی شما بگم من از صورت خودم دلم می‌خواد خیار بمالم. شهر کجا؟ ای بابا بابا شما انقدر خودتون مشکل دارید که من مزاحمم. ببخشید. ببین اصلا به این تلفن هم نمیخواد فکر کنی. تو واقعا فکر میکنی من خول شدم؟ نه خب ببین منم مامان بابا رو میبینم اگه راستشو بخوای. واقعا؟ آره برای اینکه دلم میخواد ببینمشون. دلم واسه شون تنگ میشه میبینمشون. بهت زنگم زدن دالا. ببین اونی که رفته که دیگه رفته. کاری نمیشه کرد. ما فقط میتونیم با یاد و خاطره هاشون زندگی کنیم. مهم اونایی هن که موندن، بعد مراقبشون باشیم، نباید اذیتشون بکنیم، نباید آزارشون بدیم. چه ربطی به ماجرا امشب داشت؟ به راستش چند وقت بود اصلا میخواستم باهات صحبت کنم، هی فرصت نمیشد. اینقدر این شادی رو اذیت نکن. من کی شادی رو اذیت کردم؟ بعد از فوت مامان بابا من همه هم و غمم شده شادی. روز و شب مراقبشم. خب اشتباه میکنی دیگه، نباید روز و شب مراقبش باشی. مراقبش باش ولی نه دیگه اینجوری. داری آزارش میدی. من مراقبشم براش اتفاقی نیفته، این بده. حالا مثلا قبلا مراقبش نبودی چی میشد؟ بابا مثل کوه پشت ما بود. خب بابا این کاره که تو کردی و میکرد، بابا کیفشو میگشت، بابا گوشیشو چک میکرد، بابا راه میفته تو خیابون تعقیبش میکرد. بابا ازم خواسته این کارو بکنم. بابا خواسته. کی؟ آره. یه 3-4 روز بعد خاکسپاری بابا اومد به خوابم، گفت شهرام بابا. گفتم جونم بابا، نوکرتم. گفت که مراقب شادی باش. خیلی سفارش کرد، سفارش دارم کرد، ولی گفت شیوا شوهر داره، حالا شوهرش یه ذره چیز، ولی شادی رو خیلی سفارش کرد. گفت شیشدنگ حواستو بده به شادی. بابا گفت. آره. خداحافظ. خداحافظ. ببین شیوا، تو باور نکردی بابا با من زنگ زده؟ چرا باور کردم؟ واقعا؟ این که حرف زدم باور کردی؟ خب حتما حرف زده دیگه، تو که الکی نمیگی که. نمیخواد برای من نقش بازی کنی. تو فکر میکنی که من خول شدم. شایدم واقعا حق با تو باشه، من خول شدم. نه من واقعا خول شدم. خب خول میشه آدم دیگه وقتی که عزیزترین آدمات توی دنیا، پدر و مادرت، یهو با هم توی یک اتفاق تصادف از دنیا میرن، یهو آدم خول میشه دیگه. ببین پدر و مادر مثل ستون فقرات میمونن، مثل ستون فقرات. وقتی که میمیرن ستون فقراتت میشکنه، شل میشی، کمرت خورد میشه. ای شهرخ ای خب حواستو جمع کنید. شب بخیر. حق با شهرام. مصیبتی که سر ما اومده بود از هر خواب بدی وحشتناکتر و هولناکتر بود. ولی تو دلم به خودمون آفرین گفتم که هنوز سر پاییم و ذوق زندگی داریم. من و شادی هنوز انقدر شوق و ذوق زندگی برامون مونده بود که بخوایم با برادرمون یه بازی را بندازیم. شاید یکم بی‌رحمانه باشه، اما شیطنت و بچگی توشه. همین نشونه خوبیه. و یه آفرین بزرگتر به شهرام. چون اگه تلفن من زنگ می‌خورد و اسم بابا رو حتی یه لحظه روی گوشی می‌دیدم و باورش می‌کردم، تا 2 روز چنان خول می‌شدم که حرفای روزمره‌ام نمی‌تونستم بزنم، چه برسه به اینکه مثل شهرام سخنرانی کنم. 2 حالت بیشتر نداشت: یا ما واقعاً آدم‌های قوی و خودساخته‌ای بودیم، یا کلاً یه تختمون کم بود. شیوا میگم من اگه اسم بابات خدا بیامرز رو گوشی شهرام ندیده بودم، میگفتم حتما این یه موادی چیزی زده. من مطمئنم یکی داره سر به سرش میذاره. خودتی نه؟ یا توی یا شادی. بابا بزرگ چجوری از اونجا به دایی زنگ زده؟ مگه تلفن داره؟
معلمم میگفت توی بهشت همه چی هست، تلفن، غذا، میوه، همه چی. نکنه از بهشت زهرا زنگ زده؟ آخه من یه بار بچه بودم با مامان اینا رفته بودم بهشت زهرا، اونجا تلفن داشت. الان دیگه از اونجا رفتن زیاد که نمونن اونجا. نیما مرده ها چطوری پا میشن میرن بهش؟ مگه میتونن راه برن؟ نمیدونم، شاید فرشته ها میان دنبالشون. با چی؟ با آمبولانس؟ نه بابا، آمبولانس که نمیتونه پرواز کنه، بهش تو آسمونه. پس حتما با هلیکوپتر میبرنشون. یادته توی یه کارتون بابای پسر مرده بود؟ فرشته اومد اونو بغلش کرد و برد، اینطوری یه دستی گرفتتش بردش بالا. فرشته خیلی سرشون زیاده. چرا اول خاکش میکنم بعد میمرننشون بهش؟ اما اول که میمیره چرا نمیمرننشون بهش؟ من که لاغر بشن، وزنشون کم بشه، تصور فرشته بهشون برسه. نیما تو این چیزا از کجا یاد گرفتی؟ یاد گرفتم دیگه، دقت کردم. الو، نمیفهمم آخه مگه میشه این گوشی، اینم سیم کارت آقا جون خدا بیامرز. خب شاید خط رو خطی چیزی شده. خط رو خطی چی؟ کدوم خط رو کدوم خط؟ نمیدونم، بالاخره باید یک خطی باشه. خطی که نیست، غیر فعاله رو چه خطی؟ من یه چیزی گفتم، حالا قد خط رو خط نکن. نه راست میگه دیگه، آخه کدوم خط رو کدوم خط؟ میگم تو گوشی رو کامل چک کردی؟ درست چک کردی؟ نکنه یه نفر مثلا اسم آقا جون اشتباهی روی شماره دیگه سیف کرده؟ نه بابا، چک کردم، شماره خود بابامه. ببینم کار شیوا و شادی نیست؟ آه؟ میخواستیم با شوخی کنی نده؟ داریم با شوخی میکنیم؟ نه برای شما باید شوخی، اصلا چه دیوونه این مگه؟ نه دور از راه هست، شما بعید نیست. یه بار بازم نه دیگه. نه دیگه، خواهرای من با من همچین شوخی میکنن. باشه خب ببخشید. شیوا جان چرا قهر میکنی؟ قهر نکردم که، میرم یه سر به شادی بزنم. نه نریا، خوابه، بچه بد خواب میشه. خیلی خوب، میرم اگه خواب بود برمیگردم، مرض ندارم بیدارش کنم که. درست شد. شادی خانم، تو مطمئنی نقشمون واسه زابره کردن خودمون نبوده؟ به روح مامان دستم. ای قرار شد همچه قسمی نخوری. ببخشید، عمدی نبود. این عمدی نبود، اولی شی؟ اون عمدی بود، میخواستم امتحانش کنم. امتحانش کنم؟ مگه میکروفون امتحانش کنی؟ نه، میخواستم واکنششو ببینم، ترسیدم فردا نباشم نتونم ببینم. خب واکنشش چی بود؟ خیلی ترسیده بود. چی با خیلی؟ آره. چی کار کرد اولش؟ من که ندیدم، تو اتاق بودم، درم بسته بود. خب بس از کجا میدونی ترسیده بوده؟ خب همین که اومده دم خونه شما یعنی خیلی ترسیده. خب خسته نباشی، حالا خونه نمیموندی چی میشد؟ شب میومدی من بهت میگفتم ترسیده بدو بدو اومده خونه ما. چی خواهشی ازت بکنم؟ چی؟ دیگه بهش زنگ نزن. با این بدبخ الان اومده اونجا نشسته حرف زده، دلم برایش سوخت، از وجدان گرفتم. فکر میکنه داره وظیفه‌شو انجام میده دیگه، حالا اشتباه فکر میکنه، ولی این راه حلش نیست. خودت گفتیم بهتره. میدونم رو... من گفتم اشتباه کردم دیگه، ببخشید. خب چی کار کنم؟ هیچی، لذت ببر. فکر کن یه داداش داری مثل کوه پشتته، مراقبته. ببین شادی خانم، پس فردا ازدواج میکنی، از این خونه میری، حسرت همین روزا رو میخوری. خب وای کل قربونش برم، چه دختری. الان که دارم مرور میکنم میبینم چه حرفای قشنگی زدم و چقدر حرفه‌ای بار گناه خودم گذاشتم رو دوش شادی بیچاره. هرچند تا حدی هم حق داشتم. شادی محبت‌های نامعقول شهرام رو تحمل میکرد، بهتر از این بود که با این کارمون داداشمون رو دستی دستی روانی بکنیم و تا آخر عمر عذاب وجدان بکشیم. بچه‌ها رو چرا بیدار نکردی؟ روز تعطیل، بذار بخوابن. این معنیش اینه که شما هم صبحونه خوردی، باید بری بخوابی. بعدم نمیاد. شیوا جان، میگم این مسئله تلفن بابات هم خیلی چیز عجیب غریبی ها. البته من دارم میرم با یه نفر در موردش حرف بزنم. با کی؟ نمیشناسی؟ خیلی آدم عجیب غریبیه، ظاهرا با ارباح و اینا میگن
در ارتباطم. فرضاً خجالت بکش، تو مثلا دکتری تحصیل کرده یا؟ چه ربطی به تحصیلات داره؟ متافیزیک دیگه، اینو که نمیتونی انکار کنی. نه انکار نمیکنم. آه در ظاهر انکار نمیکنی ولی در باطن قبولش نداری. اصلا برای چی انقدر فیزیکی و علمی به قضیه نگاه میکنی؟ خب آخه اون جاهایش که علمیه رو علمی بهش نگاه میکنم. ببخشید اینی که بابات از اون دنیا به شهرام زنگ زده کجاش علمیه؟ اینجاش که ارتباط تلفنی بین دو نفر دو تا سیم کارت و دو تا گوشی تلفن میخواد. خب همین دیگه، خودت هم الان داری میگی این اتفاق با یه سیم کارت و یه دونه گوشی افتاده. یعنی چی؟ یعنی که قضیه علمی بودن منتفیه، متافیزیکه، مربوط به متافیزیکه. میخوای یه توضیح علمی بهت بدم که خیالت کاملا راحت بشه؟ بله بفرمایید. سیم کارت بابا دست شادیه، گوشی و سیم کارت شهرام هم دست خودشه، شادی بهش زنگ میزنه. ای کلکا بابا، من میدونستم دیگه، چند بار گفتم کار شما دوتاست. بگو آفرین فرزاد، بگو باریکلا فرزاد. آفرین فرزاد، باریکلا فرزاد. بله باریکلام داره. شما ممکنه بتونی شهرامو گول بزنی ولی منو که دیگه نمیتونی که. در ضمن شوخیتونم خیلی به نظر من زننده بود. شوخی نبود؟ شوخی نبود؟ نه. پس چه پدر کشتگی با این بنده خدا داشتی که این بلا رو سر؟ شلوغش نکن، نه منظوری داشتی نه اصلا کسی میخواد این ماجرا رو ادامه بده. خب اصلا برای چی پس شروع کردیم؟ برای چی این کارو کردیم باش؟ وقتی دیدم شادی از دست مزاحمت‌های محبت آمیز شهرام زله شده، فکری به ذهنم رسید. شهرام آدم ترسویه. میتونستیم با ترسوندنش یکم از خونه بابا و مخصوصا شادی دورش کنیم. صدای بابا رو که روی پیغامگیر تلفن خونه بود ضبط کردیم. شادی با خط بابا به شهرام زنگ زد و صداش رو پخش کرد. گوشی بابا بود ولی سیم کارت واقعی دست شادی بود. تنها نگرانیم این بود که فرزاد بخواد سیم کارت رو امتحان کنه، اما خوشبختانه اون به همه چیز اشاره کرد جز همین. نمیفهمم آخه مگه میشه این گوشی اینم سیم کارت آقا جون خدا بیامرز؟ و چه فکر بکری باریکلا. خیلی هم فکر احمقانه ای کردیم. نه کجاش احمقانه است، اینه که دو نفر دارن یک جای زندگی میکنن باعث آزار همدیگه میشن، جداشون بکنی دو نفری که نمیتونن توی محیط با هم دیگه حرف بزنن بلاز محیطی جداشون بکنی فکر احمقانه ایه. تازه من یه فکری بکره دیگه هم کردم، من میتونم یه کاری بکنم که شهرام دو روزه پاش از خونه بابات نه نه دیگه پاش اونجا نذاره. ببین اصلا لازم نیست شیوا جان، این بهترین فرصت، این بهترین فرصتی که حالا این پسر رو بگیریم. ما فرزاد هیچ کس قرار نیست حال شهرام بگیره، قضیه هم کلا منتفیه. خب فرزاد پاپی ماجرا نشیا. خب اصلا به من چه ربطی داره؟ یعنی که اتفاقا به من ربط داره، حتما شما هم تجربهش کردین. خیالت راحت باشه، نشون میده. ایناش میبینی؟ میبینی؟ آره. اینا چرا اینجوری هن؟ چه جوری هن؟ همینا دیگه، این نقطه قرمزان دیگه. و تو گفتی قشنگ نشون میده. مرد حسابی، تو فکر کردی عکس رو چاپ میکنن، قاب میکنن، تقدیم میکنن؟ بابا جان من یه نرم افزاره، ارواح هر جا باشن به صورت نقطه قرمز نشون میده. بابا دکتر تو تحصیل کرده ای دکتری، مزخرفات چیه آخه میگی؟ من نمیفهم یه خانواده جوان وقت چرا دکتر بودن منو همش این زاویه نگاه میکنه. بابا جان من اگه دکترمو تحصیل کردم خب چرا هیچ کدوم حرف منو قبول نمیکنین؟ فرزاد این نرم افزار واقعیه. بله که واقعیه، اینا دیگه همین الان با چشمای خودت دیدی. باور نداری بریم یه جا دیگه ثابت کن. بیا بریم، بیا. بله اصلا اینجا نیست. دیدی این فرا نیستن دیگه، ارواح پدر و مادرت فقط تو خونه خودشون هستن. خب خیلی هم طبیعیه، دلبستگیشون به اون خونه بوده. میگم من یه حسی دارم. بله دقیقا حست درسته. شهرام جان حالا من یه چیزی هم میخوام بگم، نمیترسی که ها؟ تو هیچ فکر کردی که چرا بابات فقط به تو زنگ میزنه؟ دقت کردی که وقتی که تو خونه خودشون هم هستی فقط به زنگ میزنه؟ آره آره
چرا مثلا به شیوا زنگ نمیزنه؟ چرا به شادی زنگ نمیزنه؟ چرا حتی به من زنگ نمیزنه؟ اون چیزی که باید بگیری بگو. من میمیرم. نه نه خدا نکنه. به خاطر اینکه پدرت فقط با تو کار داره. چی کار داره؟ یعنی راستشو بخوای منم نگران شدم. منم یه خورده ترسیدم. چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ نظر منو بخوای رفت آمدتو قطع کن. ارتباطتو با اونجا قطع کن، با خونه اونا. من نرم، اونا میان روحن دیگه، هر جا بخوان میرن دیگه. نه اونا نمیان، اونا دیدی که اینجا بودن؟ نه نبودن، فقط خونه خودشون بودن. حالا میخوای مطمئن تشریف بریم مثلا خونه ما رو ببین، بریم امتحان بکنیم. نه دیگه نمیشه، ببین همه جای خونه رو دیگه رفتیم دیگه. ببین میگم که من میگم که اینجا رو بگی بیا نرم چه خبری نیست. چی شده؟ هیچی، حالا بهت میگم. دیگه دیدی دیگه. ببین فقط خونه خودشون این نقطه قرمزا پیداست. نه خونه ما نه خونه تو. نقطه قرمز چیه؟ مامان و بابان، این نرم افزارا روحا رو اینجوری نشون میده. اینی میدی من یه بار دیگه برم خونه مامان رو ببینم. آره؟ صبر. من میدونم، حس میکردم یه خبریه. چیه؟ بابا جانم این دیگه یه نرم افزار علمیه دیگه، متافیزیک که نیست که. فرضت خجالت بکش، خیر سرت مثلا تو دکتری. حالا خوبه من دکتر رو تحصیل کردم، وگرنه دیگه چی میگفتی چی کام کردی؟ این واقعیه یا سرکاریه؟ خب معلوم که سرکاریه بابا جان. این هر موقع که بخوای این نقطه قرمز رو ببینی فعالش میکنی، هر موقع هم نخوای غیر فعالش میکنی. دیدی که شهرام هم الان باور کرد. به شادی بگو برو حالشو ببر، اگه این امشب نرفت خونه خودش بخوابه. یعنی بعضی وقتا فرض بشی اینه بچه ها، قشنگ اینه بچه ها. سلام هم بیا تو. حالا به هر حال دیدی که نتیجه داد. بعدم اگه بعد آدم اینه بچه ها بشه، خوبه که آدم بچه بشه. پس بهمون دروغ نگفتن، اونا نمردن. نه خیر، مردن. بابا بزرگ اگه مرده پس چجوری بابا زنگ میزنه؟ از بهش اونجا همه چی هست، تازه همه گوشی دارن، مجانی هم هست. بابا جوگ از اون دنیا زنگ میزنه؟ من خیلی دلم میخواد برم سر خاکشون. میایم خودمون بریم؟ نه ما کوچولویم گم میشیم. چطوری بریم؟ با آژانس. ما که پول نداریم. میگیم بعد از بابامون بگیره. من که نمیام، مامان اگه بفهمه خیلی عصبانی میشه. منم نمیام، بابام دعوا میکنه. ولی من خیلی دلم میخواد برم سر خاکشون براشون دعا کنم. میخواییم بهشون بگیم ما میدونیم اونو مردن؟ چجوری مامان اگه بفهمه خیلی غصه میخوره. کسی که تو بهشت باشه آدم نباید براش غصه بخوره. آها فهمیدم. سلام. بابا، مامان، اینجایین؟ ها؟ نه یاین اینجا دیگه، یعنی بیاین ولی نصف شب نیاین، روز بیاین. مطمئنی شب تنهایی نمیترسی؟ نه با ترس چیه، من یکم خونه تنها بودم. میخوای من شب پیشت بخوابم؟ از دست شهرام خلاص شدیم، حالا تو یه گیر میدی؟ شب بخیر. نخوابیدی ماما هنوز؟ نه. میشه یه سوال ازتون بپرسم؟ اگه سخت نیست بپرس. نه آسونه. فردا پنجشنبه است. بازم میخواید برید بیمارستان ملاقات فامیلتون؟ بله، مگه ایرادی داره؟ فامیلتون هنوز خوب نشده؟
این اون یکی نیست، اون خوب شد، بعد این یه دونه مریض، یعنی فامیل جدیدمونه بیچاره تازه مریض شده. نمیشه این دفعه ما بیایم؟ نه دیگه، مامان اونجا بیمارستان بچه ها رو که راه نمیدن. خب توی ماشین میشی. نه دیگه، حالا ما خودمون میریم، بعد برگشتیم همه با هم دیگه میریم شهر بازی. خب باشه باشه باشه، بخوابم. میشه یه سوال دیگه بپرسم؟ بپرس. بعدم میپرسم. شب چرا نرفتی پیش شادی صابونه بخوری؟ نه بابا، درس و مشق داره، خسته از خوابیده بود، دیگه گفتم مزاحمش نشم. باریکلا باریکلا، چه برادر با درکی. بچه ها کجان؟ رفتن تو اتاق حاضرشن. دیرشون نشه. بچه ها، نیما، سارا، مازیار جون، چرا انقدر طولش دادی؟ دیروز از مامان بزرگ بابا بزرگ یه نامه رسید. کی آورده؟ شما خودتون دادی؟ آها، اون میخوام برای شما هم بخونیم؟ شما که میگفتین خصوصیه، چرا یه نظرتون عوض شد؟ حالا دیگه نظرمون عوض شده. بخونی بخونی نیما، بخون بخون بابا بخون. سلام نوای عزیز ما، این نامه رو از راه خیلی دوری برای شما میفرستیم. میدانیم شما هم مثل ما به خاطر این دوری ناراحت هستید و دلتان برای ما تنگ شده است. ما هم دلمان برای شما تنگ شده است. میدانیم شما انقدر بزرگ شده اید که نمیشود به شما دروغ گفت. شما بچه های باهوشی هستید. خبر داریم که پدر و مادرتان به شما گفتند ما با مسافرت رفته ایم. دروغ هم نگفتند. آنها برای اینکه شما ناراحت نشوید اینجوری گفتند. درست است، ما مسافرت رفته ایم، اما نه مسافرت به جاهای دیگر. ما مسافرت بزرگتری رفته ایم و دیگر نمیتوانیم برگردیم. اما ناراحت نباشید، ما به جای خوبی آمده ایم. اسم اینجا بهشت است، خیلی جای قشنگی است. آرزوی همه آدم بزرگ ها آمدن به اینجاست، پس برای ما غصه نخورید. اگر شما بچه ها برای ما دعا کنید و فاتحه بخوانید، جای ما بهترم میشود. خدا دعای بچه ها رو دوست دارد. ما هم هر جا باشیم شما رو دوست داریم. خیلیش راحت شدیم ما. آخ جون، دیگه میتونیم بریم سر خاکشون براشون دعا کنیم. خب بچه مدرسه همون خیلی دیر شده، بیان داریم. احساسم این بود که بچه ها با این کارشون فقط میخواستن از ما بخوان به شعورشون احترام بذاریم، چیزی که بیشتر ما بهش توجه نمی کنیم و گاهی اجازه میدیم به شعورمون توهین بشه. ما به حرمت و شخصیت اونها بیتوجهی کردیم، ولی اونا جوری دست ما رو رو کردن که پیششون خجالت زده نشیم. و مهمتر از اون، مرگ چیز ترسناک و هولناکی براشون نیست، چون حسابشون پاکه پاکه. اولا خدا پدر و مادر شما رو بیامرزه. دوما بهتون بابت داشتن چنین بچه های فهمیده ای تبریک میگم. بچه ها اصولا راحت تر با خیلی چیزا کنار میان. این ماییم که همه چی برامون سخته و به همین خاطر هم از که داریم سخت زندگی میکنیم. شما با اهدای عضو اون خدا بیامرزا جون 5 نفر رو نجات دادید. در اصل اونا جون 5 نفر رو نجات دادن. مطمئن باشین حق با بچه هاست. جای اونا تو بهشت و رحمت خدا شامل حالشونه. من پدر و برادرای زیادی رو میشناسم که فرق بین غیرت با تعصب کورکورانه رو نمیدونن. به خودشون حق میدن در مورد زندگی دختر یا خواهرشون تصمیم بگیرن. به خاطر همین تعصبه که بعضی وقتا شاهد اتفاقات تلخ و تأسف باری هستیم. برادر من، اگه خیلی مردی، کمک کن دختر یا خواهرت خوشبخت شه، نابودش نکن. اگه خوشبختش کردی مردی. دوست دارم برای چند روزم که شده برگردم به دنیای بچگی. میخوام ببینم اون موقع دنیا رو چجوری میدیدم که الان نمیتونم ببینم. دقت کردین؟ وقتی داری خطایی میکنی، هیچ چیز آزاردهنده تر از نگاه یه بچه نیست. تو فیلم هم از این موضوع خیلی استفاده میشه. هر وقت دیدین جایی بچهی با نگاه معصومش بهتون خیره شده یا حرفشو نمیتونه بهتون بزنه، بدونین که یه جای کار میلنگه. کار بدی کردی. شهرام حقش نبود، 3 روز از خونه نیومده بیرون. همش تقصیر من بود دیگه. نباید اصلا سر کارش میذاشتم. حالا چی کار کنیم از این حال و روز در بیاد؟
ببین من یه دوستی دارم روانشناس، اگه موافق باشیم ببریمش پیش اون. نه بعد پاشیم بریم واقعیت رو بهش بگیم. بگیم؟ بله بعد بگیم. واقعا؟ بله. سلام عمی. چی شده قربونت برم؟ چرا داری گریه میکنی؟ بابام داره گریه میکنه. فاطمه جان بابات کجاست؟ تو اتاقش. عزیز دلم نبینم گریه کنی. شهرام، شهرام جان، شهرام دلم براشون تنگ شده. من هم دلم تنگ شده. من اصلا بچه خوبی براشون نبودم. نه این حرف رو نزن. من خیلی اذیتشون کردم. نه اینکه نفهمیده باشم، فهمیده بودم، ولی فکر میکردم وقت برای جبرانش دارم. نمیدونستم یا اینجوری میشه. شرم جان خودتو اذیت نکن. ببین اون تلفنی که از طرف بابا بود کاش راستکی بود، کاش واقعا خودش زنگ زده بود. دفعه اولی که اسمش روی موبایلم افتاد ترسیدم. کاش نمیترسیدم، کاش همین حرف رو بهش میزدم. دوست دارم یه بار دیگه باهاش ارتباط بگیرم، حرف انگار شهرام بعد از دو ماه اندی از لاک ناباوری خودش اومده بود بیرون. همه ما توی این مدت به خاطر هزار و یک دلیل در مقابل باور این مصیبت مقاومت کرده بودیم که مهمترینش بچه ها بودن، ولی انگار دیگه توان ادامه دادنشون رو نداشتیم. لازم بود یه تلنگر بخوریم و یخ بغضامون باز شه. شهرام با حرفای اون روزش این تلنگر رو به همون زد. هیچ بغضی رو نمیشه برای همیشه مهار کرد، مخصوصا همچین بغضی رو. هرچند که ما داشتیم به حال خودمون گریه میکردیم، به این که دیگه نمیتونیم بوسیدنشون. آرامش شنیدن صدای قلب ما به حال خودمونم و گرمی آغوش امنشون رو تجربه کنیم. ما به حال خودمون اشک میریختیم. Thank you.